میخوام چند تا فاکتور بهتون بگم که میتونه توی یادگیری زبانتون بسیار تاثیر داشته باشه قبل از اینکه بریم سراغ فاکتورهای اصلی یادگیری زبان مرسی از اینکه سابسکرایب میکنین زنگوله رو فشار میدین و کامنت میذارین خب فاکتور اولی که میخوام براتون بگم راجع به زمانه اگر زمان کافی ندارین بهتره که عقب بندازین یادگیریتونو یعنی مثلا شما هر روز هفته میرین سر کار از صبح تا شب سر کاری یا یعنی اینکه وقتی میرسین خونه انقدر یعنی خسته این که نمیتونین وقت بذارین برای زبان خوندن. پس بهتره الان شروع نکنین. فاکتور دومی که میخوام بگم داشتن دیکشنری خی مناسب خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. اکثر زبان آموزایی که من سر کلاس دارم ترم قبل دیکشنری بهشون معرفی نشده. چند تا از این دیکشنری ها رو بهتون نشون میدم امیدوارم براتون مفید باشه. خب نگاه کنین این برنامه که بهتون معرفی کرده بودم اپلیکیشن برای کامپیوتر نرم افزار کامپیوتری که میتونین روی ویندوز اینستالش بکنین و به اسم کمبریج ادوانس لرنرز دیکشنری هست که سرت ادیشن ویرایش سومشه هر کلمه ای رو که خواستین میتونین روبروش اینجا اولا همه تایپ میکنین مثلا من مینیسم ایت خب و کلمه رو پیدا که کردین به این صورت میتونین حتی آدیوهاش هم پلی بکنین و میاین پایین میبینین مثلا توی این قسمت من کلمه مثلا fresh رو بلد نیستم من دابل کلیک میکنم و خیلی راحت اون کلمه رو برام دوباره میاره توی همون صفحه و مثلا evidence رو من نمیدونم دوباره دابل کلیک میکنم و evidence رو هم برای من میاره آبی رنگ امریکن و قرمز رنگ میشه بریتیشش UK خیلی به نظر من نرم افزار فوق میشین روی لپتاپ استفاده بکنیم فاکتور بعدی هدفه اگر هدف مشخص برای خودتون تعیین نکنید یادتونه توی یه ویدیو گفتم لانگ ترم گل داشته باشید این ویدیو رو الان لینکش رو براتون میذارم اگر که لانگ ترم گل ندارین و هدف مشخص ندارین مطمئنا عواسط کار میذاریدش کنار برای اینکه این اتفاق نیفته یه پلان برای خودتون بچینید و بگین که من میخوام مثلا سال دیگه مهاجرت بکنم پس الان زبانم رو باید تقویت بکنم این به شدت بهتون کمک میکنه که یادگیری و روند یادگیریتون خیلی سریعتر بشه و به یه مرحله استیبل برسه خب اینم از این قسمت مرسی که همراهیمون میکنین سابسکرایب میکنین لایک میکنین و زنگوله رو فشار میدین و البته یادتون نره که اگر سوالی از من داشتین کامنت کنین که من حتما در اولین فرصت جوابتون رو خواهم داد خدافز